سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ماه حمل سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه اپریل سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. جان باختن 5 تن از نیروهای امنیتی افغان در یک حمله انتحاری در ولایت کندهار. پیشبینی دکتر عبدالله عبدالله از احتمال خیزش های مردمی در افغانستان و رد درخواست معمر القذافی برای پایان دادن به حمله های هوایی بر لیبیا سوی ایالات متحده امریکا. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در ولایت کندهار 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده پلیس ولایت کندهار با تایید این خبر میگوید که این رویداد هنگام رخ داد که 3 انتحار کننده پس از حمله بر ساختمان زون 404 میوند با نیروهای امنیتی درگیر شدند و یکی از این انتحار کنندگان مواد همراهش را در میان نیروهای امنیتی افغان منفجر ساخت. غلام محمد معصومی از ولایت کندهار گزارش میدهد. فرمانده پلیس ولایت کندهار میگوید دو انتحار کننده در ساختمان نزدیک به زون 404 میوند پناه برده بودند و از آنجا ساختمان این زون را آماده حمله قرار دادند. وی میافزاید که در این رویداد 3 کارمند ریاست امنیت ملی کندهار، یک سرباز پلیس و یک سرباز اردوی ملی هنگامی کشته شدند که یک انتحار کننده سوار بر یک موتر امبولانس میان نیروهای اردوی ملی و پلیس که محل رویداد را محاصره کرده بودند مواد همراهش را منفجر ساخت. دلتا جنگ د طالبان او د عسکرو تر مابین تیاری د ټنګان دي. وای میافزاید که در این رویداد 12 سرباز پلیس زخم برداشتند. با گفته فرمانده پلیس این ولایت درگیری میان نیروهای امنیتی و انتحار کنندگان تا نزدیک به ساعت 2 پس از چاشت ادامه داشت که در نتیجه همه انتحار کنندگان کشته شدند. اگر رهبری افغانستان به اشتباهاتش ادامه بدهد، به سرنوشت رهبران کشورهایی که به خیزش‌های مردمی گرفتار شدند روبرو خواهد شد. دکتر عبدالله عبدالله با ابراز این مطلب هشدار می‌دهد که تظاهرات صلح‌آمیز مردم از سوی دست‌های در درون حکومت به خشونت کشانیده شده است. آقای عبدالله نرفتن لوی سرنوال را به مجلس نمایندگان به دستور رئیس جمهور کرزی می‌داند و می‌گوید که این کار لوی سرنوال مسخره کردن ملت است. ولی یاریان گزارش می‌دهد. در نشست پژوهشی که روز پنجشنبه درباره درسهایی از دیگرگونی‌های اخیر خاورمیانه با شمال آفریقا برگزار شده بود، رهبر ائتلاف تغییر و امید برآوردن اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی کشور تأکید می‌فرزد. با گفته آقای عبدالله، شباهت‌های زیادی میان رئیس جمهور کرزی و رهبران کشورهایی که با خیزش‌های مردمی روبرو شدند وجود دارند. ما خواستار سقوط این نظام نیستیم. این نظام محصول زحمت یک نفر دو نفر نیست، محصول قربانی یک ملت است. مردم خواستار تغییر و تحول هستند. انشاءالله به خواست خداوند به دست مردم افغانستان این تحول آمده نیست. اگر رهبری نظام حاکم بیدار شود، به خود بیاید، به ندای مردم گوش بدهد و از این وضعیت از این لاکی که در او قرار گرفته بیرون بیاید، یک چانس داره که در 3-4 سال آینده مصدر خدمت به مردم افغانستان شود. و اگر رهبری موجود غرق شود در اشتباهات و اشتباه پشت اشتباه از او سر بزنه، هیچ جای بهتر از جایی که امی رهبرای امروز در شمال افریقا و در شرق میانه برشان پیش بینی شده، جای بهتر از او در انتظارشان نخواهد. اگر دستاندرکاران، مسئولین، حکومت و خصوصا جهان بیرون دست به کار نشن و گوش شنوا پیدا نکنن، به مردم افغانستان گوش شنوا پیدا نکنن،
مطمئنن که متاسفانه باید بگویم که شاید یک حالت دیگه بیاید. خب در افغانستان شاید فرق کنه. دکتر عبدالله عبدالله از مردم افغانستان میخواهد تا منافع ملی کشور را در نظر بگیرند. نگذاریم دستهایی که میخواهند افغانستان سقوط کنند از احساسات پاک شما استفاده کنند. در جایی که پای منافع کشور و آینده کشور و سرنوشت کشور است، دست به دست هم بدیم. با تأمین وحدت ملی یک بار دیگه ثابت بسازیم که مردم افغانستان اگر مجال و فرصت برشان ایجاد شود از این فرصت خوب استفاده می‌کنند. اگر تفاهم شما تفاهم همگانی باشد، از تمام اقوام افغانستان باشد، مطمئن باشید که در سایه‌ای که از خیزش‌های خاورمیانه گرفتین به ثمر می‌رسد. و الا متاسفانه باید بگویم که در این کشور کهنه‌کارای سیاست زیاد هستند که خدای نخواسته طوری نشه که خدای نخواسته باز هم یک نسل نو، یک نسل جوان، یک نسل جدید سیاسی را به نام خود، به نام قوم، در محور منافع خود به جان هم بندازند. در همین حال آقای عبدالله با خشونت کشانیدن تظاهرات را در کشور در برخی از موارد و دستای در درون حکومت نسبت می دهد. اگر تظاهرات صلح‌آمیز می شوند متاسفانه به خشونت کشانده می شوند. در بعضی جای عمدی و قصدی و توسط دستهایی که در قدرت شریک هستند. از سوی دیگر آقای عبدالله تأکید می ورزد که حکومت از قوه قضاییه به حیث یک ابزار استفاده می کند. با باور وی نرفتن لوی سارنوال به مجلس نمایندگان مسخره کردن ملت است. پارلمان افغانستان فیصله کرد و سارنوال خواست احضار بکنه. آیا او جواب مسخره نیست که سارنوالی افغانستان به پارلمان روان کرده؟ میگه چون نام ما تذکر داده نشد. اگر نام سارنوالی تذکر داده میشد بعد آقای الکو میگفت که الکو گفته نشده دارد. و اگر آقای الکو نرفتد به اوجه به پارلمان افغانستان و به این ترتیب توهین کرده به رأی ملت و رأی مردم و تمثیل اراده مردم، این حتما به آقای کرزی شده، حتما اطور شده. بدون از او این کار متصور نیست. این گفته ها در حال ابراز می شوند که در روزهای اخیر مجلس نمایندگان فیصله نمود تا لوی سارنوال را برای پاسخگویی با آنچه که مداخله در نتایج انتخابات پارلمانی خوانده شده است استهزا کند. اما لوی سارنوالی استهزا لوی سارنوال را از سوی مجلس نمایندگان غیر قانونی می داند. طالبان که بروند صلح پیوستند، اگر در تظاهرات مزار شریف دست به خشونت زده باشند، این کار آنان با گفتگوهای حکومت با این گروه صدمه خواهد رساند. معاون شورای عالی صلح با ابراز این مطلب، به خشونت گراییدن تظاهرات و حمله بر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد را در مزار شریف برخواست از ضعف حکومت محلی می داند. در این حال هیئتی که برای بررسی این رویداد به مزار شریف رفته است میگوید که در میان تظاهر کنندگان شمار از طالبان نیز بودند که پیش از این بروند صلح پیوستند و اما دست به خشونت زدند. صالح سادات گزارش میدهد. شورای عالی صلح خشونت ها و آشوبگری های تظاهرات مزار شریف بر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد را برخواسته از ناتوانی نیروهای امنیتی و حکومت محلی می داند. این شورا می افزاید که تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است، اما نیروهای امنیتی مسئولیت دارند که تظاهرات را اداره نمایند. که په داسې یو حالت پیدا شي چې ډېر ګروپونه تسلیم شي او بیا بېرته هغې د حکومت په خلاف باندې ټوپک را واخلي یا بېرته د مخالفینو سره یوځای کېږي یا د حکومت ته ضرر رسوي او دا کار تکرار شي او د اکثریت تعداد خلکو ترسره کړي، یقینا دا صدمه رسوي. او تر اوسه پورې داسې کوم لوی کارونه نه دي ترسره شوي. همدغه موضوع چې مزار شریف کې تاسو ورته اشاره وکړه، دا به د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي. در همین حال هیئتی که برای بررسی این رویداد به مزار شریف رفته است میگوید که بر بنیاد بررسی های آنان در حدود 100 تن از آشوبگران بر ساختمان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یورش بردند و دست به خشونت زدند. و گفته این هیئت در میان تظاهر کنندگان شمار از طالبان نیز هستند که بروند صلح پیوستند و دست به خشونت زدند. یکی از اینا که مقاصد سیاسی داشته و تصمیم برای جنایت داشته، یک تعداد بزرگ هم کسایی بوده که بیشتر به دنبال یک تعامه و یک چیزی دارد. اینها سابقه داشته که بله با اونها بوده و آمده تصمیم شده بوده. از اما هم آسور هم در اینجا فکر میکنم صاف قضیه هم اونها هست.
در همین حال شورای عالی صلح از گفتگو با مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهد و می‌گوید که در حال حاضر گفتگو با مخالفان دولت جریان دارد. از سوی دیگر این شورا به تازگی پیمان را با سفارت ایالات متحده آمریکا به ارزش 5 میلیون دلار امضا کرده است. این شورا می‌گوید که هدف از امضای این پیمان بهبود بخشیدن به زندگی کسانی است که به روند صلح می‌پیوندند. این در حال است که شمار از باشندگان کابل در اعتراض به سوزاندن قرآن کریم از سوی یک کشیش آمریکایی دست به اعتراض دادند. اعتراض کنندگان شعارهای ضد آمریکایی سر دادند و از ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان خواستند تا از کشیش آمریکایی را به دادگاه بکشانند. نصرت الله نیازی گزارش می‌دهد. تظاهر کنندگان که در برابر مسجد عیدگاه به اعتراضاتشان پرداخته بودند، از کشورهای اسلامی به ویژه از دولت افغانستان میخواهند که بالای ایالات متحده آمریکا فشار وارد کند تا کشیشی که قرآن کریم را سوزانده است باید محاکمه شود. اعتراض کنندگان میگویند اگر ایالات متحده آمریکا آن کشیش را محاکمه نمی کند، افغانستان باید تمام روابطش را با ایالات متحده آمریکا قطع کند. هر کسی که به فکر ازی میشوند که کتاب مقدس ما را بسوزانند، آنها در واقع ترورست هستند و میخواهند که در جهان آتش نفرت، آتش کینه، آتش عدوان و دشمنی در همه جهان همیشه شعله‌ور باشد. در ترورست کشش ده او که جرد محاکمه ده که دیدی به معنی ده چه امریکا حکومت بخبر هم پانده قضیه که شریک ده. در همین حال این تظاهر کنندگان مخالف ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان هستند. نام‌های چهار وزیر سرپرست امروز برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده شدند. سریا دلیل نامزد وزارت ستامه، میرزای سنگی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، داود علی نجفی نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی و محمد اسماعیل نامزد وزارت انرژی و آب مشمول معرفی شدگان هستند. علی نجفی و حیث وزیر ترانسپورت و دکتر سریا دلیل، امیر اسماعیل خان و آقای امیرزای سنگین فعلا سرپرستان در وزارتخانه‌های مربوطه به عنوان برحال نامزد وزیر، اینا را رئیس جمهور و پلیسی جرگه و منظور رأی اعتماد معرفی کردن. دلیل این که اینا را معرفی کردن هم ای است که خواستن هر چهار قومی رای در کشور سرپرستان معرفی بکنن تا اینکه رأی اعتماد آسان‌تر شد. در حال که رئیس جمهور برای نظارت از کمک‌های جهانی در حدود 4 ماه پیش به ایجاد یک کمیته مشترک فرمان داد، اما این کمیته تا کنون ایجاد نشده است. رئیس کمیته نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مبارزه با فساد اداری در نهادهای داخلی و خارجی می‌گوید که در ایجاد این کمیته از سوی جامعه جهانی کارشکنی شده است. وی می‌افزاید که جامعه جهانی می‌خواهد تا اعضای تصمیم‌گیرنده این کمیته از سوی آنان برگزیده شوند، اما حکومت افغانستان با این کار مخالف است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. چگونگی مصرف کمک‌های جهانی در افغانستان، نبود نظارت و روشن نبودن مصرف این پول‌ها از سوی برخی نهادهای داخلی و خارجی یکی از نگرانی‌های جدی در کشور به شمار می‌رود. در حالی که گفته می‌شود تا کنون مصرف این پول‌ها با فساد همراه بوده است، رئیس جمهور کرزی در حدود 4 ماه پیش برای نظارت از این کمک‌ها بر ایجاد یک کمیته مشترک فرمان داد. اما رئیس این کمیته می‌گوید که بر دلایل نامعلوم این کمیته تا کنون با کار آغاز نکرده است. کمیته باید عاجل تشکیل می‌شد. با تأسف روی بعضی دلایل معلوم مجهول یک سلسله کاشی‌کنی‌ها از جانب یونما و یونتیپی صورت گرفته. آقای عثمانی می‌افزاید که این کمیته 3 عضو داخلی و 3 عضو خارجی دارد و اعضای آن از سوی رئیس جمهور تعیین شده‌اند. ما می‌خواهیم که اعضای سکرتاریت که اصل عناصر بسیار مهم و گرداننده کار کمیته است به انتخاب از اونا باید مقرر شود و ما مخالف هستیم. رئیس کمیته نظارت و ارزیابی میگوید که ایجاد این کمیته سبب شفافیت و حسابدهی در کمک‌های جهانی بر افغانستان خواهد شد. این کمیته در حال ایجاد شده است که شماری از آگاهان اقتصادی بدین باورند تا هنگامی که یک اراده نیرومند سیاسی از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای مبارزه با فساد اداری وجود نداشته باشد، اجگاه این گونه کمیته‌ها اثرگذار نخواهند بود.
امروز روز جهانی صحت است. از این روز در حال در کشور بزرگداشت می شود که شمار از شهروندان کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. شمار از باشندگان کابل از وزارت صحت می خواهند تا در عرضه خدمات بهداشتی توجه بیشتر نماید. در همین حال سرپرست وزارت صحت آماز کمبود نرس ها و قابله ها در کشور سخن می زند و می گوید که در حال حاضر بیش از 300 مرکز بهداشتی در کشور در ساختمان های کرایی کار می کنند.